هممون یه کسی رو داریم که وقتی کنارشیم اصلا متوجه نمیشیم زمان کی و چطور گذشت. اون آدم تو رو از تمام بدبختیات و غمات حتی برای لحظات کوتاهی دور میکنه و از در کنارش بودن لذت میبری. حالا فرض کن همینطور که کنارشی باهاش گیم هم بزنی. میدونم هیچ ربطی به هم نداشتن، منم اول فکر کردم که موضوع درباره بازیایی که با دوست دخترت میتونی بازی کنی، ولی نویسنده بی شعور ما اینو نوشته تا به اینجا برسم و بگم که دوست داری بدونی کدوم بازی ها هستن که فقط دو نفره انجام میشن؟ دوست داری میزان هماهنگی خودت با دوستت رو بدونی؟ اصلا میدونی بازی کوآپ چیه؟ برای گرفتن جواب همه ای سوالات لازمه که حتما جفت چشاتو بدوزی به ویدیو و تا آخر این ویدیو رو بدون پلک زدن نگاه کنی. باید قسم بخوری که تا آخر این ویدیو رو میبینی. ادیتور بزن بریم. It Takes Two. خب بچه ها، داستان بازی It Takes Two خیلی عمیقه، یعنی شما باید تمام حواس خودتون رو جمع کنید برید توی عمق بازی تا متوجه بشید که داره چه اتفاقایی میفته. آره چیه میگم داستانش عمیق و پر عمقه، اصلا بذارید تعریف بکنم براتون کلا بفهمید چی به چیه. ببینید بچه ها، داستان بازی در مورد یه دختر کوچولویی که یه شب متوجه میشه پدر مادرش میخوان از هم طلاق بگیرن و میشینه زار زار گریه میکنه و خب اشکاش میریزه روی عروسکایی که داشته و پدر مادرش یهو شکل اون عروسکا میشه. حالا برای اینکه پدر و مادره بتونن به حالت قبلیشون برگردن باید با هم دوست بشن و دست بدن و همه ماچه بوسه کنن. اوفشون بله چیز اینجاش دیگه به ما ربطی نداره کلا. به طور خلاصه باید رابطهشون درست بشه و خب از اول بازی ما باید همین کارو بکنیم، یعنی تو نقش پدر و مادر بازی میکنیم و مرحله پیش میبریم و خودمون رو پاره میکنیم تا اینا بتونن زندگیشون درست کنن. حالا من یه چیزی بهتون بگم، اصلا من هر چقدرم تعریف کنم براتون از این بازی و مثلا میگم جایزه برده و فلان و بیسار و فلان، شما بازم درک نمیکنید که این بازی چقدر قشنگه. حالا جدای از گرافیک و گیم پلی و معماهای چالشی و سرگرم کنندش، موسیقیای خیلی جذابی داره، حسابی با حال و هوای بازی هم میاد، یعنی برنامه ریزی شده و کار شده از همه این موزیکاش. نیدهای دو به کل این لیست تنابازی که شما و دوستتون با هم رقیبین و میگیرین همو پاره میکنن همین بازی. سبک این بازی فایتینگه مثل مورتال کمبات، باید بگیم همو جربت جرات بتونم بگیم یکی از سمیترین و عجیبترین بازیه که تا حالا دیدم همینه. البته همین که من الان یه اردکم و دارم باید تون حرف میزنم خودش خیلی عجیبتره. تو این بازی شما دوتا کاراکتر میسازین با چاقو، شمشیر و ممشیر و قمه و یعنی تیر کمون و حتی چک و لگت میگیرین دهنه هم دیگر سرویس میکنین. هایی میدونین تو منطقه حریفتون باید جلوتون رو بگیره، بعد دقیقا شما هم همین کار برای اون میکنید، بعد هرچی برنده شد فرار میکنه، آزاد هم نمیشه. آره دیگه آزاد نمیشه، در آخرین لحظه یه کرن میاد میخورتون. فکر کنید همه خودتو پاره میکنی، رفیقت هم پاره میکنی، بزنی رفیقتو جر بدی، رفاقتتو توش بشوشی، اعصابت هم خراب کنی که آخرش یه کرن الفیز پوفیوز دلک بیا بخورتت، بیا تخممو بخور. بازه نه داستان خاصی داره نه موسیقی شاخی داره، گرافیکش هم شبیه نقاشی عباس جمشیدی 7 ساله است. بذار که ما هم بازی کنیم بخندیم. چی این دری بری جان، من دیگه برم میخوام برم به مسابقه دوم برسم. خداحافظ. The Dark Pictures Anthology Little Hope. گلچین عکس های تیره امید کوچک. دوستان یه لحظه ادیتور بیا داخل متنی که نویسنده داده. دارکو منی که دک سیاه هم حامی زبان پارسی هم میدونم، دارکو سی کی نیست، یه کی واقعا. با سلام خدمت شما بینندگان همیشگی برنامه دک سیاه، بنده امروز آمدم تا دوباره یک بازی ترسناک به شما معرفی کنم تا بشینین بازی کنین، خودتون رو خیس کنین، بعد بقیه مسخرهتون کنم. بعد خلاصه میگم دوستان، داستان بازی درباره یه اتوبوسه که چپ میکنه، بعد سرنشینا به هوش میان میبینن اه یکی نیست، حالا کیه؟ راننده اتوبوس. همینجوری دنبال راننده میگردن، یهو یه سری خاطرات خیلی رندوم و یادشون میاد، بعد کم کم گوزو بهش حقیقه ربط میدن، بعد کلا اولش هیچی نمیفهمین، بعد آخرش احساس میکنین یه چیزایی رو میفهمین، بعد ربط این چیزایی به هم فهمیدین رو نمیفهمین، بعد کلا در کل هیچی نمیفهمین، ولی بازی کلی جامپ اسکیر داره، کلی هم ترسناکه، یهو وسط بازی میاد تو صورتتون و بازی ترسناکی بی هوا. دوست دارین میخواین با رفیقاتون بازی کنین، خودتون رو شب خیس کنین، برین The Dark Picture Anthology Little Hope بازی کنین. بازی هم جوریه که انتخاب محوره، یعنی شما انتخاب کنین مثلا میخواره یه جایتون میخواین برین یه خونه ای که پر از جن و جامپ اسکیر و بدبختی و این داستانا، میتونین اونوری برین، یا یعنی اینکه میتونین نه برین توی انباری خیلی تر و تمیزی که رد چین اتفاق خاصی براتون نیفته. در کل هم فضای قشنگی در آوردن، آدم میترسه. مادر سازنده ها رو موقع بازی کردن فوش میدین، آباد میکنین، کلا دیگه خودتون برین بازی کنین، فقط میترسین دیگه. گرافیک
بازی خوبه، گیم پلی هم از اینجا تکراری میشه. کلا نمیدونم بازیش نکته مثبتی نداره، چرا تو این ویدیو معرفیش کردی؟ بدبختیه بازیش، فقط میترسونتت. همین نویسنده اونجا دارک و اجتماع نوشته، این پایین برام نوشته معادل فارسی اتوبوس خودروی بزرگ داده. افگات دوستان، یه زمانی بود که یک سریال به اسم فرار از زندان ساخته میشد، مردم میدیدن جوگیر میشدن، میخواستن برن زندان، میخواستن رو کل بدنشون نقشه زندان و تتو بزنن، برن رفیقشون رو از زندان نجات بدن. بعد یادشون میومد نه رفیقی توی زندان دارن، نه نقشه زندان رو بلدن، نه اصلا تتو پار میشناسن، هیچی به هیچی. کلا این شد که به این نتیجه رسیدن که حالا زندان رفتن هم چیز جالبی نیست، تازه هیچ کس هم اونقدر برام معرفت نداره که بیاد همچین کاری بکنه، تو رو از زندان نجاتت بده. حالا اشکال نداره، ما اینجا بازی داریم که شما میتونید با دوستتون از زندان فرار کنید توش. داستان درباره دو تا آدمی که با هم توی زندان آشنا میشن، طرح رفاقت میریزن، تصمیم میگیرن که از زندان فرار کنن و با کلی پارگی بالاخره فرار میکنن. بعد اینکه تونستن فرار کنن، روند داستان حسابی تغییر میکنه و همچنان هیجان از داستان میباره. خلاصه بعد از فرار این دو تا خرشانس یه الماس پیدا میکنن، میگردن دنبال یه مشتری دست به نقد و بعد اینکه میرن سر قرار تو بفروشنش، داستان خر تو خر میشه و منم دیگه بیشتر توضیح نمیدم. این بازی اصلا نه داستانش و نه گیم پلیش براتون تکراری نمیشه، هر لحظهش به خودتون و رفیقتون حال میده. راستی هم بگم که این بازی به فارسی ترجمه شده، میتونین اونم بگین تا کامل بفهمین داستان درباره چی عشق کنید. داستان بازی به شدت خفن و احساسیه و تا آخر بازی هم مدام باعث میشه تا کرکو پراتون بریزه. علاوه بر داستان جذاب و گیراش، گرافیک و گیم پلی و موسیقی بازی هم واقعا عالیه، جیگرتون حال میاد و تبدیل به یه چیز خفنی شده است. بازی هم کلی جایزه برده دیگه، بشین با رفیق صمیمیتون حتما بازی کنید که کلی کیف میکنید. خب دوستان عزیز، من یه صحبتی با شما دارم، تجربه شخصیم دوست دارم مخاطبینم هم اینو داشته باشن. با صدای دکسیا دارم خب میگم. بیا احسان، بیا این تکست رو بازی کردی؟ نه. ای وی اوت بازی کردی؟ نه. برادرز بازی کردی؟ نه. مثل احسان نباشین، اینا همه بازیهای آقای جوزف فارسه که این بنده خدا نابغه است تو بازی دوتایی ساختن و مطمئنن حال میکنه. با مهرانه بشین این تکست رو بازی کن. این تکست رو میخوام دانلود کنم واسه ایکس باکس، حجمش زیاده، من خودم دوست دارم میدونی، ولی خب اینترنت ایران اجازه نمیده. خب بس دو تا نصیحت دارم، تو ایران زندگی نکنین، بازیهای جوزف فارس رو بازی کنین. یه بار گذاشتم دانلود شه، صبح بیدار شدم دیدم 20 گیگش دانلود شده دیگه نشده، بعد اومدم از اول بزنم، از اول رفت کلا. میدونی این تکست تو چه جوری بازیش دیگه، همه با کاپلشون بازی میکنن، با زنشون بازی میکنن، من با ادی بازی کردم. من جلی پرسشگر هستم و امروز اومدم تا با یه سوال دیگه شما رو گوش پیچ کنم. چرا وقتی حواست نیست و زبونتو گاز میگیری خیلی درد داره، ولی وقتی الکی گاز میگیری درد نمیگیره؟ و سوال اصلی منم اینجاست که چرا همتون دارین الان زبونتون رو گاز میگیرین؟ ها؟ پای روز دیگه و یه سوال دیگه اش بگه.